سلام، اینجا خودکسته، پادکست خیلی خودمونی. من ایمان هستم، میزبان برنامه. در کنار من کارون نشسته. سلام. اینم از فرهادم. سلام. فرز جانم با ماست. سلام. چرا میای؟ واقعا سوال دارم که چرا میای؟ اصلا نمیتونه. اصلا نه آخه بزن بگم. اون سیما رو اول این کار نکن، خراب میشه. اینه گرونه. اینا رو ما خریدیم، گرون خریدیم. اصلا نمیبینن فرهادو. چرا دیگه الان میذارم آقا؟ خب اگه حالا با اون پخش کنید فرادو نمیبینن. میدونم که باید اینجا سویش کنم بعد از برنامه. فراد هر از گاهی میاد اینجا میشینه، اسما رو خورد میکنه میره. دیرم اومدی، ایمیل هم داره براش میاد. ولی بازم کارون منو چیز کرد، رو سفید کرد. آره چرا؟ دیرتر یک اومدی، زنگ زدی گفتی دیر بیا، من داشتم میومدم. چرا به حرف این گوش میدی؟ نه مطمئنا کارون با حرف من تغییر تو برنامه گفتم دیگه زده شده تو سرش. حداقل تو این یه مورد بذار من دیرتر بیام که زنگ زدم دیدم آروم بود، بار گناهشو به دوش بکشه. صداش آروم بود. دوستان امروز اپیزودی که داریم یه جورایی نوع تابال همچه اپیزودی نداشتیم. ما قبلا با آقای ماز جبرانی، ماز جبرانی، یه هفته پیش ما صحبت کردیم ها. یه هفته پیش بود، دو هفته پیش بود، یه هفته خورده ای 9 روز پیش فکر کنم صحبت کردیم باشون. به خاطر اینکه حالا نمیتونستن در روز ضبطمون حالا با ما صحبت بکنن، چون که ما توی آخر هفته این کار انجام میدیم، مجبور شدیم وسط هفته این کار انجام بدیم و قراره که باشون صحبت بکنیم. یعنی شما میشنوید بعدن که ما اونو پخشش کردیم. چطور بود تو اصلا کلا قبلش؟ نظرت چی بود در مورد این اپیزودی که رفتیم؟ قبلش که نه، بعدش. اول قبلش حالا من خوشحال شدم که یکی جواب ما رو داد. نه جواب ما رو بعد اینکه ایمان تلاش های مذبوحانه بسیاری رو نتونست به سرانجام برسونه، بالاخره یه آدم دیسنت یا قابل جواب ما رو داد و ما تونستیم مسابقه کنیم با ایشون. البته قبلا هم مسابقه کرده بودیم با آدم های قابل. بعد باحال بود دیگه، تجربه اولمون بود. آره، حالا چیزی که برای من خیلی جالب بود این بود که در عرض مثلا شاید 20 دقیقه اولین ایمیلی که من زدم جواب داده شد. مثلا اینطوری بود که من مثلا میخوام با شما صحبت کنم و اینا، منیجرشون سری منو کانکت کرد با کسایی که مثلا باید این در واقع صحبت انجام بشه و شروع کردیم صحبت کردن و خیلی حالا پروفشنال و خیلی به قول معروف خیلی سری جواب آدم ها رو دادن. با کلاس. آره با کلاس بود کل قضیه و من خیلی از این موضوع راضی بودم. بهترین کار اینه که زود جواب ایمیل رو بدی، خیلی طرف مقابل خوشحال میشه. سر کار ما میبینیم. درست. که سری جوابشون رو بدی. آره. زیر یک ساعت جواب بدی. آره سر کار که باید سری بگی. حالا چیزی که جالبه اینه که ایشون بسیار آدم معروفی هن. خب بله. من خودم به شخص خیلی دوستشون دارم خاطر مدل طنزایی که درست میکنه و اینا. بالاخره نتفلیکس برنامه داشته، 1000 تا شو داشتن و اینا. من تو عدد تعداد فالوورهای ایشون تو اینستاگرام موندم. چقدر ایمان؟ 282 خورده. بعد میری میبینی مثلا یه سری فلان کسک. آره، اونا مثلا اعداد عجیب غریبی دارن و اونا جواب ایمانو نمیدن. کی جواب منه؟ اونایی که عددشون بیشتر از اینه و هیچ کارا هم هستن. عدد همیشه چیز نیست دیگه. چجوری میشه؟ چرا انقدر توزیعه؟ آخه عدد واقعا مهم نیست. مثلا تو میبینید فلان شاخ مجازی چه میدونم 1,000,000 خورده دو سه تا چیز با هم قاطی میکنه میزنه، کار خاصی هم نمیکنه. حالا نمیدونم، من تا والنا رو با هم قاطی نکردم بخونم ببینم که واقعا کار خاصی یا نه. خفه میکنن مثلا. آره از این مواد دیگه هیچ چیز جواب نمیداد. ولی خب مردم چیزای مختلف دوستن دیگه. فکر کنم آره، یه چیزی که هست آقای مازجبرانی به خاطر که تمام کانتنتی که دارن انگلیسی معمولاً، یه جماعت حالا ایرانی رو کاملا از دست دادن، کسایی که فارسی فقط صحبت میکنن و شاید حالا بقیه کسایی که حالا شاید دو زبان. خب ولی خب از اون ور
یه تعداد زیادی آدم هم مخاطبشن که حالا فقط اونایی که تخمر میخورن و فارسی حرف میزنن هم نیستن مخاطبشون. یعنی این همه آدم انگلیسی اینا که این آتشقالا رو میخورن مثلا میلیونی فالوور دارن، خب اونا فالوورشون فقط ایرانیه، ولی ما از بالاخره خارجی هم فالوش میکنن قطعا. آره میگم فکر کنم خیلی، حالا ما فکر کنم یه فالوورای خیلی نیش خاصی داره، کسایی که به ایران علاقه دارن، یعنی ایران براشون جذابه و انگلیسی صحبت میکنن. یه نه خارجی هم قطعا هست ولی آره ولی خیلی از در واقع چیزایی که انجام میدن، خیلی از جوکایی که مرتبط هست مرتبط به ایران دیگه. چی می‌خواستی بگی؟ کلا من چون حالا با همین پادکست های دیگه که گوش میدیم کمدینن، چیزی که فکر میکنم تازه مثلا این کمدین‌ها شروع کردن کار کردن و اینا، اینه که اهمیت بیشتری دارن میدن به مثلا سوشال میدیاشون، توییتر، اینستاگرام اینا. واسه همین من این ترندم دیدم تو بقیه. چی دیگه داره انجام میده؟ مثلا همون نمیدونم کریس دلیا یا برایان اینا و اونا به اینستاگرام و اینا شون. نه ببین اینطوری بوده که من چیزی که مثلا متوجه شدم، قبلا همه فوکس اینا تو مثلا استنداپ کامدیشون بوده و اینکه مثلا آدما رو بیارن تو کلاب و تیکت بفروشن اینا، بعد الان ریلایز کردن که او سوشال مدیا رو هم نیاز داریم زیاد که بتونیم دوباره آدم بیاریم تو حالا شوهاشون. برای همین به نظرم 280 تایی هم که حالا ماز داره همون به روبه سعوده و برای همونه. آره اخیراً هم خب خیلی بیشتر فعال شدن توی اینستاگرام. حالا ماز رو داریم خیلی تاپ توی کامیدین خارج ایران و مکس امینی، خب خیلی اینا پیکاپ کردن و دارن بیشتر توی کجا؟ کامیدین ایرانی که انگلیسی بعد اینستاگرامشون که ببینید خیلی بیشتر اینوالف شدن، خیلی بیشتر درگیرن، کانتنت میذارن. ماز یه کاری میکنه، نمیدونم حالا راجعش صحبت شده یا نه، کلمه‌های فارسی، اوشار انگلیسی، واژه‌های فارسی و واژه‌های فارسی باحال. من دو سه تا همکار قدیمی اتفاقا اینا رو دیده بودن، واسه من فرستاده بودن، خوششون اومده بود. دیدی که اصلا ما خودمون شاید تا یه جایی اینو احساسش کردیم، وقتی که شروع میکنی حالا مثلا هر کاری که میکنی، نمیدونم حالا میتونه کمدی باشه، میتونه پادکست باشه، میتونه مثلا یه استارتاپ باشه، هر چیز دیگه، تو انقدر ذهنتو میذاری روی اون کاره که مثلا سوشال میدیا و چم توییتر و فیسبوک و اینا واقعا اگر که مثلا بقیه نری در موردش بخونی و مثلا کمک بقیه نباشه، یه جوری میفته مثلا اولویت دوم سوم برای آدما. ما خودمون الان مثلا چقدر وقت داریم، یه حالا یه روتین برای خودمون داریم که مثلا چم سه شنبه و پنج شنبه ویدیو داریم یا مثلا استوریو داریم انجام میدیم. تازه خودمون به این صرافت افتادیم که مثلا یه دستی به سر روی این اینستاگرام بکشیم. ولی خب کسایی که آره ولی کسایی که حالا میگم اونا هم یه تیم خیلی بزرگ که از اول دور و برشون نیست، اونا اول میان اون هنری که دارن یه ذره رشدش بدن، بعدم بتونن حالا ببینن. عوض شده دیگه، همه چی عوض شده الان. اصلا تو اینستاگرام و اینا بیزنس مدلایی که میاد، خب چونم 10 سال پیش که نبود اصلا همچین چیزایی. مثلا این پولایی که از روی تبلیغات و از روی ترک کردن رفتار من و شما تو اینترنت انجام میدن، پولایی که از تو با انجام دادن این کارو درمیارن، خیلی عجیب غریبه. این بیزنس مدل قبلا نبود و خب حالا دلیل اینکه فرض دادم بهش اشاره که حالا کسی یه هنر دیگه ای داشت، مثلا کمدین بود، الان فهمیدی که باید به این قضیه رو بیاره، همین داستاناست دیگه. نمونهش کریستیانو رونالدو دیگه، از اون که مثلا معروف‌تر و پولدارتر نداری، ولی این باز اومد اینستاگرامش الان به 200 میلیون رسید و پولای عجیبی به ازای هر یه دونه پست میذاره که خفن‌ترین شاید حالا مثلا محقق توی آمریکا که حقوق خوبی هم میدن اونو در نمیاره. این با یه پستش مثلا با یه استوریش ممکنه اونقدر در بیاره. حالا منو تو ریاض شادم، شما شاید ذره بیشتر، ولی برای تو هیچ مثلا نالج خاصیش، دانش خاصی نسبت به چیز نسبت به اینستاگرام نداریم؟ یعنی فکر میکنیم که آدما با خودشون آره مثلا خودشون بیان مثلا ببینن فالو بکنن و اینا. ولی علی آب راهشو پیدا میکنه، من به این خیلی اعتقاد دارم. نه بعد حالا با چند نفر دیگه که صحبت میکنم مثلا میگن که شما میرن یه سری وبسایت ها ثبت نام میکنن که موقعی که تو خودت روی اینستاگرامت نیستی میره عکسای بقیه رو لایک میکنه. آره بات و اینا آره یه سری بات ها اینا وجود داره که واقعا مثلا اینگیجمنت درست میکنه که مثلا تو با اون اطرافیان یا مثلا کسایی که دارن کارهای شبیه تو انجام میدن حالا تو در تماسی، مثلا واقعا عکسشون رو فالو میکنی، لایک میکنی یا هر چیز دیگه، ولی خودت نیستی دیگه. یعنی یه چیز دیگه است و اون کمک میکنه به رشدت
که ما اصلا از رشد که بستگی داره رشد چجوری نه رشد فقط نامینال دارم میبینم عدد میبینم آره. که مثلا اونطوری بعدش هم حالا وقتی که تعداد فالوورات میره بالا یه جورایی حالا هر کس دیگه هم هست مثلا چون یه نفر وقتی ببینید 10,000 تا فالوور داره الان متاسفانه اینطوریه که تو میبینی که یه کردیت جدایی داره دیگه توی آدم ها مثلا فکر میکنی خب طرف حتما یه کار خارق العاده ای کرده که 10,000 تا فالوور داره مگه اینکه خلافش ثابت بشه مثلا میبینید چون وایت ایکس میریزه رو تخم مرغ قله کارون میخوره ما چقدر فالوور داریم 3620 خیلی زیاده مثلا زیاده دیگه فالوور طبیعی و خدا آمده یعنی آبی که راه رو پیدا کرده آره. من میگم ما بریم آره حالا اینا رو گفتیم بگیم ما موضوع به خاطر خودش دوست داریم مثلا سوشال مدیا اینا که همه کشکه و گذراست در آینده دور به نظر من هیچ کدوم این مدیا زنده نخواهم ما موضوع به خاطر طنزاش دوست داریم آره برو. فقط یه زمان بگم قبلش آقای جبرانی 19 فوریه در ونکوور شو دارن حالا شوهای دیگه هم توی شهرها و کشورهای دیگه هم دارن که میتونید از mazjobrani.com برید و mazjobrani.com یادش میره بشنوید و ببینید و ببینید که کجا شو دارن ولی اگر که 19 فوریه بیاید ما هم هستیم دیگه احتمالا میتونیم هم دیگر رو ببینیم بله بریم اپیزود با آقای جبرانی رو بشنیم و برگردیم من فقط توضیح رو دیگه بعدن میدیم آره مهم نیست برو خب ما پس مستقیم سوالا رو از شما میپرسیم اگر مشکل نشه شما میخواهید یه سلام علیک حالا با شنونده ها بکنید شور سلام عرض میکنم به تمام دوستان مرسی که منو دعوت کردین باهاتون باشم مازجوبانی هستم و خوشحالم که تونستیم یه وقتی پیدا کنیم با هم دیگه صحبت کنیم میخوای کارون تو یه مقدمه از آقای جبرانی بگو بله آقای جبرانی 6 ساله بودن که ایرانو ترک کردن بعد مستقیم رفتن آمریکا توی آمریکا رشته علوم سیاسی دانشگاه برکلی رو خوندن همزمان ماینر زبان ایتالیایی هم میخوندن بعد پی اچ دی شروع کردن دانشگاه یو سی ال ای که تصمیم گرفتن که اون کار رو ادامه ندن دیگه و برن دنبال عشق و علاقه شون که در واقع کامدی بودش بعد براتون بگم که ایشون چند وقت پیش سال 2017 توی جشن فارغ التحصیلی دانشگاه برکلی که داشتن صحبت میکردن ما اونجا دیدیم که ایشون چقدر آدم افتاده‌ای هستن داشتن میگفتن که دانشگاه برکلی کلی مدال طلای حالا المپیک داشته کلی جایزه نوبل بردن ولی از آقای ماز دعوت کرده بودن که صحبت کنن که خب دلایلش بر همه واضحه که چرا این اتفاق افتاده من فقط یه اینجوری میخواستم شروع کنم که بالاخره شما به عنوان کامدین سیاست بخش جدایی ناپذیر از کارتونه ولی خب ما یه عالمه هنرمند رو میبینیم که در واقع چهره شناخته شده ای دارن خیلی از آدما میشناسنشون ولی هیچ واکنشی نشون نمیدن و صدای مردمشون نیستن که همین آبان امسال من و ایمان یه نمایش هنری رفته بودیم توی همین ونکوور برنامه طنزی بود هیچ اشاره‌ای به اتفاقاتی که توی همون لحظه داشت توی ایران میافتاد نمی‌کردن و خب این خیلی اذیت کننده بود اون ور قضیه شما همیشه به سیاست پرداختین من می‌خواستم ازتون سوال کنم چرا توی حالا شوهای کمدی که دارید محور اصلی طنزاتون مسئله حالا نژاد و ریس هست و مهاجرت خب می‌دونین من کمدین‌ها چیزایی که براشون مهمه باید بیارن رو صحنه صحبتش کنن من خودم خب آمریکا بزرگ شدم از 6 سالگی الان 40 ساله که اینجا هم 41 ساله که اینجا هستم وقتی میبینم که خب اتفاقایی که توی آمریکا میفته زیر پرزیدنت ترامپ یا اینکه اتفاقایی که به مردمان ایران میفته زیر جمهوری اسلامی بعضی وقت اگه من بتونم با راه طنز بتونم پیاممو برسونم به مردم که در واقع خب برای ایرانیا آزادی میخوایم برای ایرانیا دموکراسی میخوایم برای ایرانیا یه مملکتی میخوایم که اپورتونیتی داشته باشن و برای آمریکا یه چیزایی میخوایم که آمریکا خب میگن دموکراسیه ولی تازگی دیدیم که زیر آقای ترامپ خیلی اتفاقای منفی هم افتاده من سعی میکنم تا میتونم این موضوع رو سوجیا رو بیارم رو صحنه و راجع به صحبت کنم end of the day میشه گفت آخر روز میشه گفتش که ما این آزادی رو داریم در غرب بعضی میگن که آقا راجع به سیاست صحبت نکن ولی من جواب اینه که ما غرب زندگی میکنیم و این آزادی رو داریم پس این آزادی رو بیاریم استفاده کنیم و
بله. حالا بحث ترامپ رو شما مطرح کردین، شما یه عالمه جوک راجع به ترامپ دارید. من حتی چندینم یه بار گفتید که ایشون انقدر حالا سوتی میده و مطلب خنده‌دار روزانه توییت میکنه، اصلا شما نمیرسن که بخوان در مورد ترامپ جوک ها رو بنویسن. بهترین جوک ترامپی که گفتید شما کدومشون بوده از نظر خودتون؟ میدونی متاسفانه انقدر آقای ترامپ صحبتای عجیب و غریب میکنه که هر روز آدم یه دونه جوک جدید راجبش میسازه. میدونی والله نمیدونم، والله من الان یه جوکی دارم که میگم وقتی برنامه اجرا میکنم، در واقع آقای ترامپ یه جوری شده که ما اصلا نمیتونیم باهاش کیپ اپ بکنیم. یعنی هر دفعه که یه جوک جدید می‌نویسه یه حرف دیگه میزنه. بله. و اون تازگی شده فیوریت جوک من راجع به ترامپ. اینه که شما وقتی دوستان منو در ونکوور ببینن میبینن من این برانور هم میرقصم رو صحنه و از بگم از فراستریشنی که با آقای ترامپ داریم اونو سعی میکنیم راجبش صحبت کنیم و اجرا کنیم. بله. حالا یه سوال دیگه، من شما یه پادکست هم داریم به نام Back to School with Maz. این خب یکی از پادکست هایی که من و کارون همیشه گوش میدیم و خیلی برامون جالبه. تابال به این که پادکست فارسی داشته باشین فکر کردین؟ نه راستش بخوای من خب درسته که فارسی صحبت میکنم، ولی باز میگم از بچگی آمریکا بزرگ شدم. درست. پس با زبون انگلیسی خیلی راحت تر برنامه اجرا میکنم. من فکر می‌کنم اگه شما بخوای یا پادکست داشته باشی یا اینکه اگه بخوای اصلا برنامه طنز هم داشته باشی، باید واقعا زبون رو خیلی خوب باید بلد باشی. یعنی من برای صحبت کردن هم سخت نیست، ولی بخوام بیام مثلا جوکامو ترجمه کنم از انگلیسی به فارسی، اولا که از دست اون شیرینشو از دست میده. درسته. و دوما من میگم مثلا من هم با زبون انگلیسی راحتم، همین که اصلا تماشاچیای من و کسایی که برنامه من مثلا گوش میدن یا مثلا اگه شما به برنامه زنده منو ببینید، درسته ایرانی هست ولی خب کسای دیگه هم هستن. میدونی مثلا کسایی هستن که شاید عرب باشن، شاید چینی باشن، شاید هندی باشن، شاید اصلا آمریکایی باشن. یعنی من خودم مثلا دوست دارم که جمعیت میکس باشن. و راست بخوام من خودم وقتی که استنداپ رو شروع کردم توی آمریکا، من تو کلابای آمریکایی شروع کردم. یعنی من تو کامدی استور لس آنجلس، لاف فکتوری لس آنجلس و اون اولی که من برنامه اجرا کردم مثلا تماشاچی ایرانی نداشتم. یعنی من میرفتم شب تو کلاب، کسی که نمیاد کسی من نمیشناخت، میمدن تماشا میکردن، فقط اومده بودن برای برنامه دیدن و ما هم به زبان انگلیسی اجرا میکردیم. پس در واقع من با انگلیسی صحبت کردن و برنامه اجرا کردن خیلی راحت تر هستم تا اینکه با زبان فارسی. درست. حالا البته شما فارسیتون خیلی خوبه، اصلا لهجه هم ندارید برای کسی که فقط 6 سال اول رو ایران بوده، عالی صحبت میکنید. شما گفتید که جوکا رو اگه از انگلیسی به فارسی ترجمه کنید ممکنه شیرینش از بین بره. البته ما اون برنامه خنداننده شو بود، یه کسی که رفته بود فینال دقیقاً جوک شما رو فارسی ترجمه کرد و تو تلویزیون ایران اجرا شد که من شنیدم بعداً هم شما گفته بودید که حالا اشکالی نداره استفاده هم کردن. یه توضیح هم میتونید راجع به اون بدید؟ من راستی بخوای برنامه ها از ایران کم کم برام بعضی وقتا مثلا کلیپ مردم میفرستن که آقا مثلا اینو گفته اونو گفته، و در واقع انقدر دنیا بزرگه این روزه که آدم نمیتونه اینا رو دنبال بکنه ببینه مثلا چی گفته، و به اون دلیل من سعی میکنم زیاد خودمو زجر ندم. اگه مثلا یکی بگه آقا مثلا یکی رفته تو ایران جوکی رو گفته، خب من چیکار میخوام بکنم؟ میخوام ببرمش دادگاه؟ میخوام برم دنبالش؟ انرژیشو ندارم. میدونی من همیشه میگم شما وقتی کامیدین هستید، اگه واقعا کامیدین جدی هستین، باید خودتون سوجا رو جوکا رو بسازین و از تجربه خودتون باید بیاد. حالا یه کسی من نمیدونم چی گفته کی گفته و اینا، برای من یکی مثلا برام گفته بود آقا مثلا این یکی داره جوکاتو میگه، من خودم چیکار کنم؟ بگه دیگه، من نمیتونم کاری بکنم. پس آدمی شیر میتونه بگه اصلا از یه طرف هم مثلا خب افتخاره که یکی رفته جوک منو گفته. بله. مهمترین چیز برای ما کمدین این هستش که اگه ما بتونیم این جوکو
حداقل برسونیم روی تلویزیون توی یه دونه از این اسپشیالای برنامه‌مون، مثلا نتفلیکس باشه، شو تایم باشه. وقتی که دیگه اونو شما گذاشتی توی تلویزیون پخش بشه، دیگه حالا دیگه حداقل کسی نمیتونه بیاد بگه مثلا شما از یکی دیگه دزدیدی. درست. چون شما گذاشتیش رو صحنه، دیگه حالا اونا میان استفاده کنن، استفاده کنن، من کاری نمیتونم بکنم. حالا یه سوال دیگه که من برام پیش اومد توی همون سخنرانی یوسی برکلی که شما داشتین صحبت میکردین، از مادرتون گفتین که مادرتون همیشه به شما گفتن که برید مکانیک بشید، چون که همه به یه مکانیک نیاز دارن، ولی خب گفتن حقوقدان بعد. آره، ولی خب به کمدین نیاز ندارن. حالا توی این شرایط فعلی که الان هستیم و حالا ملت ایران خیلی ناراحتن به خاطر اون سانحه هوایی و سایر اتفاقایی که داره میفته، به نظر من آدما الان خیلی به کمدین نیاز دارن. بعد به نظر شما حالا کسایی که یه میکروفونی دستشونه، یه رسانه‌ای دارن یا هر چیزی هست، چی کار باید بکنن؟ چه کاری از دستشون برمیاد؟ شمایی که حالا یه کمدین هستین، به نظر خودتون چه کاری از دستتون برمیاد برای اینکه حال مردم بهتر بشه؟ میدونیم کار ما تو این موقعیت و این وقتا خیلی سخته. چرا؟ چون که خب این اتفاقایی که افتاده اتفاقای خیلی غمگین هست، اتفاقای خیلی ناراحت کننده هست. شما خب اگه حسابدار باشی یا مثلا وکیل باشی یا تو دفتر کار کنی، خب میتونی بری دفترت کارتو میکنی، بعد شب میری خونه و شاید هنوز غم داری، ولی خب لازم نیست که بیاری تو کارت. ما هم خودمون از این تراژدیا اثر میذاری رومون. مثلا من وقتی که دیدم اتفاق افتاد واقعا دلم شکست، چون که من خودم تو زندگیم چند تا از کسانی که نزدیک من بودن از دست دادم و اصلا میدونم که وقتی آدم میگه مثلا خب 176 نفر از بین رفتن، خب این 176 تا فامیله. کسانی که اثر میذاره از 176 تا خیلی بیشتره و خیلی ناراحت کننده است. پس هم خود آدم ناراحت میشه، بعد بره رو صحنه جوک بگه. همین که بعضی وقتا شما وقتی مثلا میای روی سوشیال میدیا، مثلا حالا مدی میگه آقا حالا میخوام مثلا جوک بگم، شاید بتونم یه خورده مردمو از این غم در بیارم، خب خیلی ها میان کریتیسایز میکنن، اعتقاد میکنن که آقا الان وقتش نیست. پس در واقع یه خودی گیر میکنی، میمونی اون وسطا، میگی خب از یه طرف میخوام سعی کنم ملت رو کمک کنم که یه راهی پیدا کنیم که ادامه بدیم بریم جلو، از یه طرفم باید مواظب باشی چی میگی، کی حرف میزنی، چه جوری حرف میزنی. پس واقعا مخصوصا این روزا که الان همه چیز زیر یه میکروسکوپه، باید واقعا با مواظبت بری جلو. حالا این چیزایی که گفتین، توی جوکایی که تعریف میکنین اصلا خط قرمزی هم وجود داره براتون که مثلا بگین که من دیگه به این موضوع هیچ اشاره‌ای نمی‌کنم یا این موضوع برای من دیگه خط قرمزمه؟ ببین، من سعی می‌کنم تا میتونم از کسانی که قدرت دارن یا از خودم، از تجربه‌های خودم مسخره بکنم. حالا تجربه خودم شاید با بچه‌هام باشه و من وقتی از بچه‌ها مثلا جوک میگم، خب اون چیزی هست که هممون میتونیم بخندیم و آخر روز می‌دونیم که ما عاشق بچه‌مون هستیم. درست. ولی اگه بتونم از مثلا حرکت‌های خودم با بچه‌هام جوک بنویسم، جوک بگم، یا اینکه میگم از سیاستمدارا، حالا باشه ایرانی باشه آمریکایی باشه اروپایی، اونا رو میشه مسخره کرد. من سعی می‌کنم هیچ وقت از کسانی که قدرت کمتر دارن مسخره نکنم. باشه مثلا یک کسی که شاید فقیر باشه یا یک کسی که مثلا شاید فلج باشه، میدونی من خودم دوست ندارم. بعضی کامیدیان میکنم، ولی من سعی می‌کنم این کارو نکنم. درست. من فکر کنم زمانی که با شما داریم خیلی نمونده، من دو تا سوال آخرم از شما بپرسم. اینکه دوست دارید یه روز تو ایران برنامه اجرا کنید؟ بله، واقعا امیدم این هستش که بتونم یه روزی. من خاورمیانه خیلی جاها رفتم، خیلی کشورهای عربی رفتم برنامه اجرا کردم. البته باز باید به زبون انگلیسی اجرا کنم. میترسم اگه برم به زبون فارسی اجرا کنم شاید مردم بگن آقا اصلا خنده‌دار نیست یارو. ولی اگه بتونم برم ایران یه روزی، حالا بعید نیست، شاید اصلا بتونیم بریم اونجا یه وقت هم بگذارونیم و یه خورده اعتماد به نفس پیدا کنیم که به زبان فارسی هم اجرا کنیم. ولی هرچی باشه
بله بله بله، امیدم این هست که یه روز بتونم تو ایران برنامه جو. بسیار عالی. و اینکه سال آخر توی همون جشن فارغ التحصیلی یو سی برکلی شما از این گفتید که پدر و مادر بچه‌ها لزوماً رشته تحصیلی درست رو برای بچه‌ها انتخاب نمی‌کنن، لزوماً شغل درست رو نمی‌تونن برای بچه‌ها انتخاب کنن، و اینکه بچه‌ها باید برن عشقشون رو دنبال کنن، دقیقاً همین کاری که خودتون کردید، به جای اینکه پی اچ دی رو دنبال کنید کنار کشیدید و رفتید دنبال عشق و علاقتون. سوالی که شاید برای خیلی هم پیش بیاد و شما به عنوان یه آدم موفق، به عنوان کسی که رفته دنبال عشق و علاقه خودش، میتونید خیلی خوب جوابش رو بدید، اینکه چطوری آدما میتونن عشق و علاقه خودشون رو تو زندگی پیدا کنن، در رابطه با مسئله کاری در واقع میگم. میدونین از یه طرف سخت، از یه طرف آسونه. سختیش اینه که خب هر کسی خرج داره، هر کسی مسئولیت داره. آدم نمیتونه بگه مثلا من خب زن و بچه دارم، حالا فردا میخوام برم فوتبالیست بشم ولی هیچ هنرشو ندارم. خب اون سخته. ولی شما نگاه کنین که بچه بودین چی دوست داشتین، چی کار دوست داشتین بکنین. من از بچگی، از 12 سالگی روی صحنه بودم، تئاتر بازی میکردم، دوست دارم روی صحنه باشم. و از بچگی فوتبال بازی میکردم و هنوز با دوستان فوتبال بازی میکنم. کسی هم به هم هیچ حقوقی نمیده، میرم برای تفریح بازی میکنم. تازه دعواتون هم میکنم. شما اگه بتونین، بله میگم تازه دعواتون هم میکنن تو فوتبال. آره دعوامون هم میکنن تازه. ولی اگه بتونین فکر کنین که بچه بودین چیکار دوست داشتین بکنین، و اگه هنوز علاقه دارین اون کارو دنبال کنین، سعی کنین پیدا کنین. اگه مخصوصا وقتی جوان هستین، از دانشگاه داریم میایم بیرون، درسته می خیلی از مادر پدرای ما میگن باید مهندس بشی، باید وکیل بشی، باید دکتر بشی، اگه واقعا دوست داری این کارو برو دنبالش و لذت ببر و با زندگیت خوشحال باش. ولی اگر واقعا یه کار دیگر رو دوست داری بکنی، شاید مثلا بخوای بری رقص باله، شاید بخوای بری نقاش مثلا آرتیست بشی، شاید بخوای بری نمیدونم موزیسین، هر چی دوست داری راه پیدا کنیم که خودتو اونجا برسونی. چون که در واقع هممون میدونیم یه کارهایی هستش که میکنیم در طول روزمون که ما رو خوشحال میکنه. اگه بتونی یه راهی پیدا کنی که هابیت، هرچی هابیت باشه، اون هابی رو بتونی بکنی برای خودت کاریر، بتونی بکنی کاری که برای پروفشنالی انجام میدی، به نظر من برنده هست. خیلی خب، من میدونم که شما دیگه وقتتون فکر کنم تمام شده و بعد تشریف ببرین، آدم خیلی سرتون خیلی شلوغه. الان تمام پادکست های مختلف فکر کنم نظرات شما رو میخوان به خاطر اتفاق جدیدی که افتاده، و اینکه ما منتظریم که تشریف بیارین ونکوور. فکر کنم 19 فوریه است ونکوور شویی که تو ونکوور دارین، درسته؟ بله 19 فوریه در وکس تیتر. مردم میتونن اطلاعات mazjobani.com وبسایت هم میتونم برم اونجا بلیت گیر بیارم. فکر کنم بلیت مونده ولی کم مونده، پس اگه میخوان بیان میگن ایرونی بازی زیاد در نیارن که لحظه ها لحظه مینه. ما تیکت همونو خریدیم، ما برای بچه هم خریدیم، تعداد زیاد میایم حتما. من فقط خوشحال میشم ببینم اتون بچه ها، حتما میبینیم اتون. ما برنامه رو به سبک پادکست خودتون تموم کنیم. چیزی که من امروز از شما یاد گرفتم این بود که کسی که میخواد حالا حرفه و پیشه خودش رو پیدا کنه، باید بره به بچگیش نگاه کنه، ببینه که چی اصلا بیشتر دوست داشته، اون موقع انجام بده و ازش لذت ببره. منم چون کمدی خیلی دوست دارم، یاد گرفتم که آدمایی که ضعیفن رو مسخره نکنم. آفرین. مسخره نکن، سعی کن کسایی که تو قدرت دارن اونا رو مسخره کن. چشم. از امروز دیگه راه ما عوض می‌کنم. خیلی ممنون آقا جورانی. ونکوور می‌بینیمتون حتما. خداحافظ. خب شنیدیم مصاحبه‌ای که با آقای جبرانی ماز هستن. کارون خوشش نمیدونم میگم. او چرا فامیل میگی؟ ماز. یاد ایران میفتی مثلا. احترام اینجا همه اسم کوچیک صدا میکنه. نظرتون چی بود؟ زیبا بود. شما چی؟ شما که اصلا نبودی. فرقی گوش نمیکنه. من همشو گوش دارم. ولی الان گوش دادی. ببین خیلی کم پیش میاد که آدمی مثلا اینقدر موفق باشه و اینقدر افتاده دیگه. واقعا که مثلا بشینم با ما مثلا 20 دقیقه صحبت بکنن و حالا بدون رودرواسی و تمام حالا چیزایی که تو ذهنشون هست رو
به ما بگن. آره حالا ما توش اشاره کردیم به اون سخنرانیشون توی جشن فارغ التحصیلی دانشگاه برکلی. اونایی که دوست داشتن برن تو یوتیوب ببینن، خیلی باحاله. یه نیم ساعتی فکر کنم هست اونجا، تازه می‌بینی چقدر همه رو مسخره می‌کنن اونجا به قول خودشون. آره ولی اونجا تازه می‌فهمی چقدر افتاده است. پادکستی که گفتین خودشون دارن چه جوریه؟ هفتگی میاد؟ خیلی خودمونیه. هفته یه قسمت فکر کنم، چهارشنبه هفته یه قسمت. آره اسمش هست Back to School with Maz، که حالا به خاطر اینکه انگلیسیه و دسترسی حالا خیلی خوبی به آدمای خیلی قابل دارن، هر هفته یه نفر که پروفشنال یه کار هست رو میارن و حالا در موردش صحبت میکنن، در موردهای مختلف صحبت میکنن، از کفش مثلا صحبت کردن تا مثلا سفر سیاست و فوتبال و آره فوتبال و با استیفن بیتاشو صحبت کردن، فراستی ملی بود. آره با خیلی صحبت کردن. و حالا یه پادکست دیگه هم که دارم برای کسایی که انگلیسی زبانن، توی پادکست حاضر شدن به نام Good for You، که اسمشو اگه بتونی در بیاری خیلی خوبه. اون حالا الان یعنی مهمونه یه پادکست. آره آره مهمونه یه پادکست هستن که در مورد حالا ایران صحبت میکنن و هیستوریش با آمریکا و که چه اتفاقایی افتاد و فلان و اینا. من خودم خیلی چیز یاد گرفتم، برام خیلی جذاب بود و به هر پیشنهاد میکنم کسایی که انگلیسی بلدن حتما برن گوش بدن. الان فرزاد پیدا میکنه حالا. آره Good for You. دیگه سر نکن آدمای ضعیف فقط آدم بزرگوار. آره نه این درسته، حالا بعضی موقع داری مثلا چه میدونم میخوای یه تیکه چیزی بندازی، به این فکر نمی کنی که طرف الان مثلا توی نقطه ضعفی قرار داره، مثلا نباید طرفو مسخرش کنی. ولی خب این یه تلنگر باحالی بود که برگشتن به من یاد دادن. به چی میخندی؟ نه به اینکه ان شاء الله یاد بگیری. آره پادکست Good for You Whitney Cummings. آره Whitney Cummings. آره اوکی. Whitney Cummings یه پادکست داره، یه بونس اپیزودم هست در واقع اگه بزنی. اسم اپیزود چیه؟ اسپرو یا نه؟ عدد داره؟ اپیزود 13 حالا عدد داره. Good for You اپیزود 13. خیلی جالبه. ما فکر کنم دیگه ببندیم این اپیزودمون رو. بازم تشکر میکنیم از آقای ماز که با ما صحبت کردن. امیدواریم که ونکوور اومدن بتونیم بیاریمشون اینجا باشن یه صحبتی بکنیم، حالا ببینیم چی میشه. ولی 19 فوریه توی ونکوور هستن. اگر که شما تشریف میاریم با ما بگین که بتونیم همدیگر رو همه با هم بریم بیرون سالن حداقل ببینیم، یه صحبتی با هم دیگه بکنیم. بریم کارون بفرمایید. خیلی خب ما توی تمام فضای مجازی اسم خودکست توی تلگرام، توییتر، فیسبوک، اینستاگرام، یوتیوب هم داریم. و اگر که میخواید با ما ارتباط مستقیم داشته باشید، ما پروفایل داریم توی تلگرام برای ما پادکست تاکس که میتونید اونجا برای ما پیام‌های صوتی، تصویری و نوشتاریتون رو بفرستید. ما میریم و پنجشنبه با یه اپیزود دیگه برمیگردیم. فعلا خدافظ. 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 خدافظ.